چیزی که مشخص هست این است که اسیران جنگی به هر حال احکامی دارند که با اسیران به چگونه رفتار بشود و در شریعت اسلام به هر حال اگر کسی مرتکب جنایات جنگی هم بشود ولی وقتی او دستگیر شده و محاکمه بشود محاکمه که معروف است و در عرف موجوده و اگر او محکوم به اعدام بشود راه قتلش سوزاندن نیست. سوزاندن در شریعت اسلام حرام هست. حدیث صحیح در بخاری شریف روایت شده که از کتب صحیح آل سنت هست و هم این حدیث ابو داود روایت کرده، هم ترمذی، هم امام احمد بن حنبل که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن لا يعذب بالنار الا رب النار، با آتش کسی نمیتونه کسی را عذاب بدهد جز فروردگار. لذا اگر اینا میخواستن خلبان هم بکشن راهش این نبود که در آتش زنده زنده او را بسوزانند. زنده زنده سوزاندن انسان از لحاظ شرعی حرام هست و این کار وحشیانه است و تاریخ که برخلاف هم معاهدات بین المللی و عرف دنیا است و روی این کار کار نادرست. جامعه ظاهر اگر گفت که این حرام هست روی همین مسئله گفته است.